سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همبستگی از شبکه کانون جدید. در خدمت شما هستیم با یک دیگه از مجموعه برنامه همبستگی. به گفتگوی درباره مشکلات و معضلات پناهندگی میپردازیم. امروز در خدمت یکی از دوستان عزیزمون از ترکیه هستیم، خانم ژینا ابراهیمی و همچنین جناب آقای عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سرسری پناهندگان ایرانی. ژینا جان لطفا خودتون رو معرفی کنید. سلام و درود، من ژینا ابراهیمی هستم، پناهجو در ترکیه. ممنونم از اینکه منو در برنامه‌تون دعوت کردید. زنده باشین. آقای اسدی در خدمت شما هستیم. من سلام عرض میکنم به بینندگان همیشگی تلویزیون کانال جدید بخش همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی. مرسی. زنده باشین. ممنونم. ژینا جان شما لطفا یکم در مورد خودتون صحبت کنین. چند وقت ترکیه هستین؟ روند پرنامتون چطوره و تا الان به چه نتیجه رسیدین؟ من و خانوادم از سال 2014 به ترکیه اومدیم. قبولی سازمان ملل رو داریم. در تاریخ 2016 قبولیمون از سازمان ملل گرفتیم و 2017 هم پروندهمون به بخش کشوری رفته. من و همسرم و دو تا بچه‌هام الان تقریبا 8 سال ترکیه هستیم، ولی 2020 تاریخ 3/12/2020 اداره مهاجرت شهری که توش زندگی میکنم طی یک مصاحبه نیم ساعته به ما ردی داد و بعد ردی وضعیت ما خیلی پیچیده تر شد و وضعیت خوبی اصلا نداریم. الان بعد ردی که از اداره مهاجرت به ما دادن، با وجود اینکه قبولی سازمان ملل رو داریم و پروندهمون بخش کشوری هست، ما وکیل گرفتیم و پرونده اعتراضیمون به دادگاه رفت. دادگاه اول و دادگاه دوم هم بدون حضور فیزیکی خود پناهجو که ما هستیم برگزار شد و ما اصلا خبر نداشتیم که برگزار شده و فقط وکیل به ما گفت که ردی دادن و الان وضعیتمون خوب نیست اصلا. من بچه هم زیر سن هستن، یکیشون تقریبا 5 سالشه، یکیشون 10 سالشه و این فقط وضعیت من نیست، وضعیت همه پناهجوهای ایرانی در ترکیه به این شکل هست. وقتی که از اداره مهاجرت ردی بهشون میدن، کلن که غیر فعال میشه و حتی اگه تاریخش هم تمدید کنن بازم غیر فعال هست و فاقد ارزش هست. بچه ها نمیتونن به مدرسه برن، بچه ها از تحصیل محروم میشن، بیمه های درمانی بچه ها قطع میشه و این شامل بچه های من هم شده. یعنی بچه های من دقیق الان 14-15 ماه که از ردی اداره مهاجرت گذشته، یکیشون 10 سالشه، یکیشون تقریبا 5 سالشه، بیمه درمانی ندارن. حتی پسرم بهش اجازه ندادن که مدرسه درس بخونه که وارد مقطع راهنمایی میشد، ولی با دلیکچه‌ای که وکیلمون برامون تنظیم کرد و ما هم به اداره مهاجرت مرکزی در آنکارا فرستادیم که بهش گنل مدرلو میگن و اونجا بعد یک ماه که از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته بود جواب اومد که شما میتونید به آموزش و پرورش مراجعه کنید و خوشبختانه پسرم تونست بره مدرسه. ولی پسر کوچیکم اگه سال دیگه بخواد بره مدرسه نمیذارن و الان ما و پناهجوهایی که مثل من دادگاه دوم رو ردی گرفتن باید منتظر اداری و مهاجرت شهرش باشن، بهشون خبر بدن که شما بیاید اینجا و طبق گفته های وکیل هایی که در ترکیه هستن و حتی وکیل خود من میگه باید شما بهتون سنیر دیشندا میدن، یعنی برگه دیپورت بهتون میدن و شما باید این برگه دیپورت رو امضا بزنید. واقعا سخته، واقعا دردناکه. پناهجویی که سالهای سال در ترکیه به امید این که در یک کشور امنی اسکان داده میشه ولی پرونده پناهجویش از طرف دولت ترکیه رد شده و به نظر من این تناقض بین سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه هست. طبق کنوانسیون ژنو 1951 پناهجو به کسی میگن که در کشور خودش امنیت جانی نداشته باشه و وقتی سازمان ملل پرونده من و امثال من رو بررسی کرده و بهمون قبولی داده، یعنی ما رو به عنوان پناهنده شناخته است. خب الان چطور اداره مهاجرت میاد تو رو مصاحبه میکنه و بهت ردی میده؟
و خود سازمان ملل هم کنارگیری کرده. اصلا هیچ میگه شما وقتی برگه دیپورت بهت دادن با من تماس بگیر. خیلی از پناهجوها بودن برگه دیپورت هم گرفتن، تماس گرفتن، کاری براشون انجام نشده. الان واقعا وضعیت پناهجوهای ایرانی در ترکیه خیلی نگران کننده است. خیلی ها دادگاه دوم که رد شدن، الان همین دیروزی خانواده‌ای هستن که نمیتونه برگرده ایران، همسرش، و سه روز در بازداشت اداری هست شهر مانیسا. مشخص نیست چه اتفاقی برای خودش و خانواده‌اش میفته و نگران کننده است. پناهجویی که کمیساریای عالی سازمان پناهندگان در آنکارا که یو این هست تو رو به رسمیت شناخته، کشور سوم بهت ندادن و الان افتادی زیر تیغ دیپورت به جایی که ازش فرار کردی و به سازمان ملل پناه آوردی. به نظر من موضوع خیلی نگران کننده ای است. الان من یک هفته میشه تاریخی که میگه همون کارت شناسایی بچه هم تموم شده، از تمدید نکرده داره مهاجرت. خودمون روز جمعه 11 فوریه تاریخ تمدیدش تموم میشه، بازم ما رو تمدید نمی کنن. وقتی تاریخ کملید تمدید نمیشه، در اینجا بهش میگن گچرسز، یعنی فاقد اعتبار و فاقد ارزش هست. حتی نمیتونی بری بیمارستان. بیمه درمانی که قصد شده مال همه پناهجوها قصد شده، ولی وقتی گچرسز میزنن دیگه نمیتونی به بیمارستان مراجعه کنی. و این پناهجو، من الان خودم واقعا نمیدونم چه آینده‌ای در انتظار من و بچه‌هام و همسرم هست. مشخص نیست اصلا ترکیه اجازه میده من توی ترکیه بمونم یا نه. مشخص نیست اصلا ما رو نگه میداره اینجا یا نه. مشخص نیست اصلا کشور سومی سازمان ملل به ما میدن یا نه، چون ما راه برگشتی که نداریم برگردیم ایران. ترکیه هم نمیخواد ما اینجا بمونیم. خب باید حتما کشور سومی به ما بدن که ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم. این وضعیت فقط من نیست، وضعیت فقط بچهای من نیست، وضعیت 37,000 پناهجوی ایرانی در ترکیه به همین روال هست. وضعیت خیلی نگران کننده هست و الان هم که به خاطر همین گرونی که توی ترکیه هست، پناهجوها مشکلات اقتصادی خیلی زیادی پیدا کردن. قبلا هم مشکلات اقتصادی پناهجو خیلی زیاد بود، ولی الان به خاطر گرانی سرسام‌آوری که توی ترکیه هست، پناهجوها واقعا نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن. هیچ جایی، هیچ سازمانی به پناهجویان ایرانی در ترکیه کمک مالی نمیکنه و الان پرونده هاشون به مشکل برخورده و از یه طرف هم فشار اقتصادی، نبود اجازه کار، نبود بیمه درمانی. خب تکلیف بچه های پناهجویی که هیچ گناهی ندارن اینجا و فقط پدر و مادرشون مجبور شدن که پناهنده بشن، به اجبار پناهنده شدن، خب تکلیف این بچه ها چی میشه؟ چرا باید بچه های من و امثال من از کمترین حقی که داشتن قبلا، بیمه درمانی و حق تحصیل بود، باید محروم بشن؟ درسته. ممنون شینا جان، متشکرم. آقای اسدی، جدیدا ما خیلی مواجه شدیم با این موضوع که پناهندگان و پناهجویانی که در واقع قبولی یو ام داشتن و سالها اینجا هستن توسط اداره مهاجرت رد میشن. خب این چطوری؟ آیا این روند قانونی هست؟ یعنی چیزی که یو ام، اگه هست چرا یو ام ازشون حمایت نمیکنه؟ چون اینا قوانینی هست که قبولی یو این رو دارن، یعنی یو این در مقابل اینها موظفه، اینها رو قبول کرده، یعنی پناهجو نیستن دیگه، پناهنده هستن وقتی که قبول شدن توسط یو این. 100% اینجوریه، یعنی سازمان ملل مسئول این بخش از پرونده هایی هست که توی دوران خودش اونا رو به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته. اینکه بعداً این پرونده ها رو تحویل دولت مثلا ترکیه داده بحث دیگه ای هست. این برمیگرده به روابط و ضوابطی که بین خود سازمان ملل و دولت ترکیه توی این رد و بدل به وجود اومده. منتها سرنوشت نهایی این پناهجویان که قبولی سازمان ملل رو گرفتن به عهده خود سازمان ملل هست. یعنی خود سازمان ملل اگه خطری مثلا جینو ابراهیمی و خانوادش رو تهدید بکنه،
نهایتاً سازمان ملل مسئول رسیدگی بکنه به این پرونده، مسئوله که یک کشوری برای اینا تعیین بکنه، مسئوله که جلوگیری بکنه از احتمال دیپورت اینا به کشور ایران. یعنی در مقابل این پرونده ها، حداقل پرونده هایی که قبلا خودش اینا رو به عنوان پناهنده پذیرفته، درسته بعد از اینکه کل پرونده ها رو، یعنی رسیدگی به امور پناهندگی رو به دولت ترکیه واگذار کرده، تا زمانی که پناهجویان از فیلتر ادارات امور پناهندگی ترکیه نگذرن، سازمان ملل در مسئولیتی در قبالشون نداره. ولی حداقل مسئولیت این بخش از پناهجویانی که قبلا بهشون قبولی داده داره. یعنی اینو اگرم مثلا خود سازمان ملل کمکاری بکنه یا این پرونده ها رو پشت گوش بیندازه یا به هر حال خطری تهدیدشون کنه ولی واکنش نشون نده، ما باید بیشترین فشار رو به سازمان ملل بیانیم که اتفاقا رسیدگی بکنه به این پرونده ها. یعنی نهایتا باید واکنش نشون بده، معلوم باشه که سازمان ملل کاری هست، سازمان ملل بالاخره مسئول رسیدگی به این پرونده ها بوده و خودش اینا رو به عنوان پرونده شناخته و ما هم باید قشنگ و دقیقاً خود سازمان ملل رو نشونه بگیریم و در مورد این پرونده ها، به ویژه این پرونده ها، خود فشار رو روی خود سازمان ملل بیاریم. یعنی نمیتونه سازمان ملل سلب مسئولیت بکنه در مقابل سرنوشت این پناهجویان. به هر حال الان متاسفانه اوضاع جهانی چنان در مورد پناهندگی و پناهنده پذیری چرخش پیدا کرده، همه چیز مشکل شده. یعنی جنبه های حقوقی و راه های قانونی کلن تیره و تار شده، یه جورایی شده که مثلا انگار هیچ کس خودش رو در مقابل این پناهجویان مسئول نمیدونه، نه سازمان ملل نه دولت ها، دولتی که به ویژه میزبان خود پناهجویان هستش و باید رسیدگی بکنه به امورشون. منتها ما دقیقاً باید این فشار رو بخاطر همین بخش از پناهجویان بیشترین فشار رو به سازمان ملل بیاریم که حداقل خطری متوجه اینا نشه و بالاخره خطر متوجه اینا الان هست. حتی اگر خطر دیپورت هم نباشه، چیزی که اتفاق میفته اینی که کملیکش، یعنی کارت شناسنیش رو ازشون میگیره دیگه. وقتی کارت شناسنی هم گرفت، خب جنو خودش هم توضیح داد دیگه، اجازه مثلا استفاده برای بیمه درمانی ندارن دیگه، مثلا با اونان یه برگه تردد بکنن توی شهرهای ترکیه، توی شهر خودشون ندارن و به این معنا کاملا از نظر دولت ترکیه اینا بی‌هویت میشن. خب برای اینم باید کاری کرد. یعنی ممکنه دولت ترکیه از این بترسه که اینا چون قبلا سازمان ملل اونا رو به عنوان پناهنده شناخته، نتونه مثلا دست به دیپورت اونا رسما بزنه، ولی بالاخره تمام راه زندگی رو از اینا میگیره و یو این باید در مقابل این پناهجویان مسئولیت بپذیره. و ما هم توی کمپینی که در اول ماه مارس داریم زمین سازی میکنیم براش رامی اندازیم، فشار رو روی سازمان ملل میاریم برای این دسته از پناهجویان. درسته، متشکرم. ممنون آقای اسدی. جلوتر ازتون درباره کمپین بیشتر سوال میکنم. جنا جان، به هر حال به عنوان پناهجو و پناهندهایی که توی ترکیه هستن، هر کس مسئولیت و وظیفه ای داره. اتفاقی که برای شما افتاده ممکنه فردا برای هر کس دیگه اینجا بیفته. به نظر شما خود پناهجو و پناهنده ها اینجا چطور میتونن به هم دیگه کمک کنن تا یکم موضوع راحت تر بشه، شرایط بهتر بشه؟ نظر من همه پناهجوها، من و همه پناهجوهای دیگه که توی ترکیه هستن، ما هممون یک درد مشترک به اسم پناهندگی داریم.
همه پناهجو با هم اتحاد داشته باشن، همه پناهنده ها با هم اتحاد داشته باشن و مشکل من مشکل همه باشه و مشکل بقیه پناهجو مشکل من باشه، رو به راحتی میتونیم کارهایی رو انجام بدیم. الان آقای اسدی هم که این فراخوان کمپین رو داده خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. همه پناهجوها باید بیان توی این کمپین، باید بیان فعالیت کنن. الان من و امثال من دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، این یک واقعیت تلخه. ما همه چیمون رو توی پناهندگی از دست دادیم. وضعیتمون، وضعیت من و امثال من واقعا بحرانی هست. الان درسته آقای اسدی هم که اشاره کرد، وقتی کملیک رو تمدید نمی‌کنن یا ازت می‌گیرن تو بی هویت میشی. درسته ما رو به کمپ دیپورتی نبردن، ولی اگر پلیس داخل شهری که من زندگی میکنم افرادی که کملیک ندارن یا تاریخش گذشته، بازداشت اداری میشی، به کمپ دیپورتی حتی میبرنت وقتی تو کارت شناسایی نداری بهشون نشون بدی. و من درخواستم این است از همه پناهجوهایی که توی ترکیه هستن، پناهجوهای ایرانی، برای سرنوشتشون باید مبارزه کنن، برای اینکه این وضعیت واقعا بحرانی و نگران کننده یک تغییراتی درش به وجود بیاد. همه ما پناهجوها باید دست به دست هم بدیم، باید برای زندگیمون، آینده بچه هامون تلاش کنیم، باید انقدر صدامون بلند باشه که صدامون به گوش سازمان های حقوق بشر، که اصلا پناهجوهای ایرانی در ترکیه رو نمیبینن نمیشنون صداشونو، باید حتما کارهایی رو انجام بدیم. و به نظر من حرکت انفرادی هم هیچ تأثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه و فقط حرکت دست جمعی پناهجویان ایرانی در ترکیه میتونه ما رو از این وضعیت نجات بده. حداقلش این هست، تا وقتی که توی ترکیه هستیم حقوق ابتدایی خودمون که از جمله بیمه درمانی و داشتن کارت شناسایی که همون کملیک هست رو داشته باشیم، چون ما دیپورت که نشدیم، چرا باید کارت شناسایی پناهنده ازش گرفته بشه یا براش تمدید نکنن؟ الان من خودم رو مثال میزنم، بچه های من اصلا هویت ندارن. هویت بچه های من فقط کارت شناسایی بود، هیچ کدوم شناسنامه ندارن بچه های من. خب تا چقدر مثلا من میتونم تلاش کنم، مبارزه کنم با این وضعیت؟ واقعا انسان خسته میشه، پناهجو خسته میشه، درمانده میشه. ولی بازم من خودم به عنوان یک پناهجویی که سالهای سال در دو تا کشور پناهنده بودم، درخواستم این هست از همه پناهجوهایی که توی ترکیه هستن، همه با هم اتحاد داشته باشیم و خسته نشیم. راه خسته کننده ای هست، واقعا سخته، ولی نباید ناامید بشیم. من از اینجا به همه پناهجوها میگم باید امید داشته باشیم، امیدوار باشیم و در کنار امیدمون هم باید تلاشمون رو چند برابر کنیم و مطمئنن حتما به یک نتیجه مطلوب میرسن پناهجوهایی که توی ترکیه هستن. خیلی ممنونم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. من دیگه صحبتی ندارم. متشکرم. جان جما، فقط یه سوالی از شما داشتم. اینکه شما وقتی که راجع مشکلتون به یو ان مراجعه میکنین، چه جوابی از طرف یو ان دریافت میکنین؟ من بارها با سازمان ملل صحبت کردم، هفته چندین بار من صحبت میکنم با سازمان ملل، فقط گوش میده. و مکالمه پناهجو با سازمان ملل که خط مشاوره سازمان ملل هست، مکالمه ها ضبط میشه، مکالمه پناهجو رو ضبط میکنن. و هر بار که من باشون صحبت کردم در مورد وضعیتم که چرا من این که پروندم در بخش کشوری هست و یک پناهجوی سیاسی هستم و نمیتونم برگردم کشورم، باید وضعیتم به این روال باشه، چرا از من حمایت نمیکنید؟ در جواب گفتن اداره مهاجرت یک ارگانی هست که ما نمیتونیم در اون دخالت کنیم، ما شما رو رد نکردیم و ما به شما قبولی دادیم، از نظر یون شما مشکلی ندارید. واقعا نمیدونم پناهنده، من خودم به عنوان یک پناهنده سردرگمم، نمیدونم اگر من از نظر سازمان ملل که هر چند همینطور هست پناهنده هستم، خب چرا اداره مهاجرت باید پرونده من رو خیلی راحت رد کنه؟ و هیچ کاری هم تا الانی که من 14-15 ماه هست که اداره مهاجرت به امردی داده، هیچ کاری برای ما انجام ندادن و فقط گفتن زمانی که برگه دیپورت به شما دادن بلا فاصله به ما خبر بدید. تنها چیزی که از سازمان ملل شنیدم من این 14-15 ماه همین بوده. خب در جواب این که مثلا اگه شما رو دیپورت کنن چه اقدامی میخوان انجام بدن؟ یعنی فهم میخوان جلوی دیپورتی رو بگیرن یا حتما؟ نمیدونم واقعا، چون یکی از پناهجوها اتفاقا توی همین هفته بود که با من تماس گرفت
و گفت وقتی من رو بازداشت اداری کردن در اداره مهاجرت که رفته برگه دیپورتش رو امضا بزنه برای دادگاه سوم، زنگ زده بود به سازمان ملل و گفته بود شما خودتون گفتید وقتی به ما دیپورت بهتون دیپورت دادن با سازمان تماس بگیرید. سازمان ملل گفته بود ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. وقتی دولت ترکیه این حکم رو دادن و به شما برگه دیپورتی دادن، فقط اعتراضتون رو در اون یک هفته ده روزی که زمان هست بفرستید دادگاه. متشکرم، مرسی جان جان، رو هم که زودتر مشکلات حل بشه. ممنونم، زنده باشید. آقای اسدی در خدمت شما هستیم، لطفاً به طور مفصل توضیح بدین راجع به این کمپینی که قرار توی ماه مارچ اتفاق بیفته. خب ما خیلی وقت بود در مورد اینکه پناهجویان بعد این همبستگی رو پیدا بکنن، خیلی وقت بود در مورد این صحبت میکردیم. اتفاقی باید توی ترکیه بیفته. پناهجویان نمیتونن هزاران پناهجو فقط منتظر باشن. از راه‌های فردی و توی مصاحبه مثلا اداره امور پناهندگی نرو بپذیره و بعد به کشور دیگه انتقال پیدا بکنن. ما میبینیم که این اتفاق نمیفته و اگرم داره میفته بسیار اندک هستش و ما شاهد نیستیم که مثلا به طور گسترده پناهجویان پذیرفته میشن از نظر دولت ترکیه. برای شما ما نمیبینیم که سازمان ملل هم به ندرت میبینیم که کسانی رو مثلا به کشورهای دیگه میفرستن، به کشورهای امن میفرستن. بعدش هم خب پناهجوها توی ترکیه فقط مشکلشون رفتن از ترکیه نیست، هزار تا مشکل دیگه برای زندگی روزمره شون دارن، با دولت ترکیه مشکل دارن، با ادارت مربوط به امور پناهندگی مشکل دارن، با نداشتن کار مشکل دارن، با نداشتن درمان مشکل دارن، با نرفتن بچه هاشون به مدرسه مشکل دارن، با انواع و اقسام بیماری هایی که پول کافی برای معالجه ندارن روبرو هستن، با بیکاری گسترده روبرو هستن، با تبعیض و نابرابری روبرو هستن، با بی مسئولیتی سازمان ملل و خود دولت ترکیه مواجه هستند و هزار تا مشکل پناهجویان ایرانی توی ترکیه دارن، هیچ فریاد رسی ندارن. به همین روال هم ادامه پیدا بکنه زندگی پناهجویان توی ترکیه فاجعه برتر میشه، فلاکت برتر میشه، مشکلات متعدد خیلی بیشتر میشه، پناهجویان دچار استیصال میشن، دست به خودزنی میزنن، دست به خودکشی میزنن. تا حال نمونه های زیادی در این رابطه داشتیم و بالاخره باید پناهجویان یک بارم بوده برای همیشه دست هم بدن و یک همبستگی ایجاد بکنن برای سرنوشت مشترکی که دارن، برای مشکلاتی که دارن، برای نجات از ترکیه. باید خودشون دست به دست هم بدن و تلاشی بکنن. این کمپینی هم که فدراسیون سازمان داده به همین خاطر هست، میخواد توجه جهانیان، توجه ایرانیان، توجه سازمان ملل، توجه خود دولت ترکیه، توجه خیلی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی به مشکلات پناهجویان در ترکیه جلب بکنه و بالاخره از اونا حمایت بگیره، تلاش کنن که هم به پرونده هاشون رسیدگی بکنن، هم مسئله کارشون، هم مسئله بیمه و درمان و مشکلات دیگری که دارن بهشون رسیدگی بکنن و هم در مورد اینکه پناهجویان بعد بالاخره قبولی بگیرن، به کشورهای دیگه انتقال پیدا بکنن. و این کندکاری ها به نظر من در مورد پناهجویان، به ویژه پناهجویان ایرانی، خب جنگ زده نیستن، دست جمعی نیومدن، اینا همشون پرونده فردی دارن، هر کدومشون یه پرونده قطوری دارن، از مشکلات، از مسائل، از تحت تعقیب بودن، از اینکه در خطر بودن. خب باید به این پرونده ها رسیدگی بشه به طور احسن. اینا
کمپین بالاخره میخواد در ابعاد خیلی بین المللی و داخلی در ترکیه تأثیر سیاسی و اجتماعی بذاره و بالاخره خیلی از سازمان‌ها و دولت‌ها رو وادار بکنه که به پناهجویان ایرانی توجه بیشتری بکنن، دولت‌ها سهمیه بیشتری در میان پناهجویان ایرانی تو ترکیه بگیرن، فرمای بشردوستانه بیشتری مثلا از دولت‌ها برای پناهجویان ایرانی بفرستن پر بکنن و بالاخره تلاش کنیم که صدای پناهجویان در ترکیه دیده بشه، شنیده بشه توی همه جا. این هدف این کمپین هست. ما امیدواریم که همه پناهجویان در شهرهای مختلف ترکیه به این کمپین جواب بدن. امیدوار هستیم همه گروه های پناهندگی در ترکیه، همه مسئولین گروه های پناهندگی در ترکیه به این مسئله مهم توجه بکنن و بیان یک بار برای همیشه دست در دست هم بذاریم، یک کمپین بسیار وسیع و اجتماعی را بیندازیم و بتونه تأثیر بذاره روی روند رسیدگی به پرونده ها، روی روند زندگی پناهجویان توی ترکیه. این اساس کار این کمپین هستش. خیلی ممنون، متشکرم آقای اسدی، خیلی لطف کردین از توضیحاتتون. در برنامه های بعدی حتما مفصل تر راجع به کمپین صحبت میکنیم و از بقیه مهمان ها و فعالین پناهندگی دعوت میکنیم که حضور داشته باشن توی برنامه ما و امیدوارم که بشه با همکاری همدیگه این موزل بزرگ رو برطرف کنیم. خیلی ممنون از هر دو شما عزیز که در برنامه ما حضور داشتین و امیدوارم که تمام مشکلات پناهندگان در سراسر دنیا به زودی زود حل بشه و در بحث اول امیدوارم که دیگه نیازی نباشه فرایندی به اسم پناهندگی و پناهجوی وجود داشته باشه. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار. بر سنگ گوری تازه نامی هست، دارنده این نام را هرگز ندیدم من. اینجا میان سوگواران آشنایانند و خویشاوندانند و مردمانی هم چون من دارنده این نام را هرگز ندیده و نمیدانند. اما هر کس که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مشت میداند که او را کشت. برگرد گور تازه جمعی سوگواران است، دیگر کسی اینجا نمیپرسد این خفته در خاک از کجا و از کدامان است. میدانند او فرزند ایران است. به بخش خبری برنامه همبستگی خوش آمدید. 12 سال زندان و اخراج از دانمارک برای 3 شهروند ایرانی. روز جمعه 4 فوریه دادگاهی در کپنهاگ 3 ایرانی مقیم این کشور را به اتهام جاسوسی بر عربستان سعودی محکوم کرد. دادگاه میگوید این 3 اطلاعاتی در مورد افراد و سازمان‌های در دانمارک و خارج از این کشور و در مورد امور نظامی ایران جمع‌آوری کرده و این اطلاعات را در اختیار یک سرویس اطلاعاتی سعودی قرار دادند. اسامی این 3 مرد که بین 39 تا 50 سال دارند بنابر قوانین دانمارک اعلام نشده است. آنها با 12 سال زندان و اخراج روبرو هستند. حکم آنها در ماه میلادی آینده یعنی ماه مارس اعلام خواهد شد. اختصاص 85 میلیون دلار بودجه برای تسریع در پردازش درخواست‌های مهاجرت. شان فایزر وزیر مهاجرت برنامه‌های کانادا را برای بازگرداندن سیستم مهاجرت به مسیر روال عادی ارائه کرده است. در بودجه سال 2021 کانادا 85 میلیون دلار را برای کاهش زمان پردازش در تمام مسیرهای مهاجرتی اقتصادی اختصاص داده است. نخست وزیر جاستین ترودو همچنین از فریزر خواست تا زمان رسیدگی را در دستور نامه‌های وزیر کاهش دهد. فریزر اکنون میگوید این بودجه به کانادا اجازه میدهد تا پایان سال به استانداردهای خدمات پردازش مجوزهای تحصیل، مجوزهای کار و تمدید کارت اقامت دائم بازگردد. کانادا همچنین در تلاش است تا زمان رسیدگی به ویزای توریستی و گواهی شهروندی را کاهش دهد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در مورد بیش از 500 درخواست اقامت دائم در سال 2021 تصمیم گیری کرد. فریزر اعلام کرد که کانادا در حال برنامه ریزی برای اخذ 147,000 تصمیم نهایی برای اقامت دائم در 3 ماهه اول سال 2022 است که نسبت به مدت مشابه در زمان 2020 دو برابر شده است. پلیس یونان دست کم 4 نفر را پس از خشونت در اعتراض به ساخت کمپ جدید در جزیره لسبوس بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس یونان میگوید که حداقل 4 نفر را بازداشت کرده و 6 عامل دیگر خشونت را شناسایی کرده است. پلیس یونان در بیانیه‌ای اعلام کرد که 4 تن از مظنونان را به تلاش به صدمات شدید بدنی، آتش سوزی و تخریب اموال متهم کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس آنها گفتند که 6 نفر دیگر را که گفته می شود در خشونت شرکت کردند شناسایی کردند. این دستگیری ها در روز سه‌شنبه 8 فوریه پس از آن اتفاق افتاد که یک راهپیمایی مسالمت آمیز در اعتراض به ساخت یک کمپ جدید مهاجران به خشونت کشیده شد. به گفته پلیس یونان، گروه کوچکی از معترضان ماشین‌های جابجایی زمین را که برای ساختن کمپ استفاده می‌شد، آتش زدند. مهاجران قاچاق از رومانی در جبهه وحشت. پلیس اتریش می‌گوید یک عملیات غیرقانونی را کشف کرده است که مهاجران را از رومانی در جبهه‌ای که در زیر کامیون پنهان شده بود، قاچاق می‌کرد. 8 مهاجری که روز چهارشنبه پیدا شدند از هیپوترمی رنج می بردند و برخی از آنها بیهوش شده بودند. پلیس اتریش روز چهارشنبه 9 فوریه گفت که 8 شهروند ترکیه را کشف کرده است که در جعبه‌ای که به انتهای یک نیمه تریلر در نزدیکی مرز مجارستان وصل شده بود پنهان شدند. آنها بر این باورند که از این جعبه برای انتقال 10 ها نفر دیگر در سفرهای 6 ساعته که تهدیدی است برای جان این انسانها استفاده شده است. راننده کامیون 39 ساله شهروند ترکیه به ظن قاچاق دستگیر شد. پلیس گفت که او اعتراف کرده است که 8 سفر مشابه انجام داده است. 8 مسافر مهاجر دستگیر شدند و طبق گزارش ها همگی درخواست پناهندگی دادند. پلیس شمال شرق کشور در بیانیه اعلام کرد که این جعبه به طور ویژه برای جابجایی افراد در نظر گرفته شده است. مهاجران گفتند که خود راننده آنها را در جایی که آنها به عنوان جعبه وحشت توصیف می کنند پنهان کرده است. به گفته پلیس با دمای هوای حدود 0 درجه سانتیگراد مهاجران هیپوترمی شدید داشتند و برخی از آنها در نتیجه دود اگزوز بیهوش شدند. مقامات بر این باورند که برای این سفر قاچاقچیان در ازای هر نفر حدود 15,000 یورو دریافت کردند. آمار کمتر دیپورتی از آلمان. آمار اخراج پناهجویان از آلمان نسبت به قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تقریباً به نصف کاهش یافته است. بیشترین دیپورتی های سال گذشته به گرجستان و آلبانی بوده است. آلمان در سال 2021 نسبت به سالهای قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تعداد پناهجوی بسیار کمتری را اخراج کرده است. بر اساس گزارش وزارت کشور آلمان سال گذشته 11,982 نفر اخراج شدند. در سال 2020 مقامات آلمانی 10,800 نفر را اخراج کردند. در مقایسه در سال 2019 حدود 22,100 نفر اخراج شدند. بزرگترین گروه هایی که در سال گذشته اخراج شدند اتباع گرجستان و آلبانی بودند که به ترتیب 1116 نفر و 908 نفر بازگردانده شدند. آلمان همچنین بیش از 100 مهاجر بنگلادشی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده بود را بازگرداند. سال گذشته حدود 400 نفر از اتباع ترکیه اخراج شدند. در 470 مورد افرادی که اصالتاً از سوریه بودند بدون اجازه اقامت در آلمان اخراج شدند، اما به سوریه اخراج نشدند. دولت آلمان اخیراً در پاسخ به سؤال حزب دیلینکه
حزب چپ تایید کرد که شهروندان سوری فقط به صورت داوطلبانه به سوریه بازگردانده خواهند شد. این بود بخش خبری برنامه همبستگی. روز روزگار خوش.